سلام، محمد حسین نجات هستم با آموزش پیاده سازی احراز هویت کاربر به کمک انگولار، نود جی اس و مونگو دی بی در خدمتون هستم. ما تو این آموزش قصد داریم که یک پروژه کوچیک رو انجام بدیم و در خلال انجام دادن این پروژه کوچیک بتونیم نحوه کار با انگولار، نود جی اس، ارتباط اونها با هم و ارتباط نود جی اس با مونگو دی بی رو بررسی بکنیم. قبل از اینکه بخوام کار رو شروع بکنم، در قالب یه عکس میخوام توضیح بدم که روال کار به چه شکل هست. همونطوری که میبینید ما یک سری زبانهای برنامه نویسی داریم که با عنوان فرانتند شناخته میشن که یکی از اونها انگولار هست. انگولار زبان برنامه نویسی بر اساس جاوا اسکریپت هست که توسط گوگل توسعه داده شده و در حقیقت فریمورکی هستش که بر روی جاوا اسکریپت سوار هست و میتونیم به کمک اون برنامه سمت فرانت رو طراحی بکنیم. از سمت دیگه ما به کمک یک سری زبان‌های برنامه نویسی سمت بک یا بک اند میتونیم با بانک اطلاعاتی متصل بشیم و پاسخ درخواست‌هایی که سمت فرانت وبسایت میده رو بدیم. این زبان‌های برنامه‌نویسی مثالی که ما اینجا داریم باهاش کار می‌کنیم نود جی اس هست که به خوبی با انگولار مچ هست و میتونه با هم دیگه ارتباط برقرار بکنه. حالا این ارتباطشون میتونه بر اساس متد پست یا متد گت باشه و درخواست از انگولار داده میشه و پاسخش فرستاده میشه برای انگولار. اما نود جی اس میتونه ارتباط برقرار کنه با بانک اطلاعاتی. بانک اطلاعاتی حالا انواع مختلف داره. ما بانک اطلاعاتی که میخوایم باش کار بکنیم بانک اطلاعاتی با نام مونگو دی بی هست که بر اساس نو اس کیو ال ایجاد شده و یک تفاوت‌های با بانک اطلاعاتی های رابطه‌ای که در دوران تحصیل تو هنرستان دانشگاه خوندیم داره و اون این هستش که بر اساس کدهای جیسون ایجاد میشه، داره داکیومنت هست. اما توی بانک اطلاعاتی رابطه ای ما از جدول ها استفاده میکردیم و ساختار رابطه ای و جدولی رو مد نظر قرار میدادیم، نه ساختار جیسون و داکیومنتی. و به کمک اون به راحتی میتونیم این انتقال رو و این ارتباط رو بین مونگو دی بی و نود جی اس برقرار بکنیم. از سوی دیگه همونطوری که تو شکل مشاهده میکنید ما یک کلمه به نام Web API داریم. API منظور این هستش که آدرس هایی هستش که به کمک این آدرس ها میتونیم بین فرانت و بک ارتباط برقرار بکنیم. همیشه اینطور نیستش که ما بکندمون یک زبان برنامه نویسی سمت سرور باشه. میتونه بکند ما یک سایتی باشه که یک سری API رو در اختیار ما قرار میده. به عنوان مثال اگه از برنامه استفاده میکنیم که مثلا اطلاعات خبری میده یا اطلاعات آب و هوایی میده یا هر اطلاعاتی رو به صورت کدهای جیسون یا XML ایجاد میکنه و در سایت خودش قرار میده، ما میتونیم اینها رو به صورت API در نظر بگیریم و حالا بهش میگن REST API که میتونیم اونها رو با درخواست دادن پست یا گت به اون سایت درخواست رو بدیم و از اون سایت پاسخ رو دریافت کنیم. برای اینکه برنامه‌مون رو ما ایجاد بکنیم قبلش باید یه سری نرم افزار رو سیستممون نصب بکنیم که من حالا به عنوان معرفی و مروری برای این که چطوری میتونیم این برنامه ها رو نصب کنیم رو خدمتون میگم و بعد شروع میکنیم به ایجاد پروژه و پیاده سازی. برای منظور من اولین کاری که باید انجام بدم اینه که نود جی اس رو سیستمم نصب کنم که برای نصب نود جی اس ما به سایت nodejs.org میریم و اینجا همونطوری که مشاهده میکنید نسخه 14.17.6 هست رو سیستممون نصب کنیم. بعد از اینکه من نود جی اس رو سیستمم نصب کردم از اونجا دیگه میتونم با انگولار کار بکنم و همینطور نود جی اس رو ازش استفاده بکنم. اما برای اینکه برنامه رو بنویسیم نیاز به یک ادیتور داریم که خدمتتون عرض کردم که از ویژوال استودیو کد میخوایم استفاده بکنیم که از آدرس خود سایت مایکروسافت میتونیم اون رو دانلود بکنید. همونطوری که میدونید ویژوال استودیو کد یک نرم افزار رایگان هست که اینجا هم مشخص شده که میتونیم به صورت رایگان ازش استفاده کنیم و آخرین نسخهش رو دانلود کنیم. اما بعد از این
از انگولار باید استفاده بکنیم. خب من اینجا سایت انگولار رو براتون قرار دادم، angular.io/cli، و توی این قسمت میتونیم انگولار CLI رو نصب کنیم. برای این نصبش هم باید بنویسیم npm install-g و انگولار CLI که اینجا مشاهده میکنیم. میتونیم کپی بکنید اینو توی cmd و انگولار نصب بشه، که من این رو از قبل نصب کردم. اما برای اینکه بتونیم پروژم رو ایجاد بکنیم، بعد از اینکه این دستور رو نوشتیم و اجرا شد و نصب انگولار به پایان رسید، برای اینکه بتونیم پروژم رو ایجاد بکنیم از دستور ng-new استفاده میکنیم و اسم پروژم رو مینویسیم. من میخوام کار رو شروع بکنم. میتونیم این دستورات رو توی کامند پرامپت هم بنویسیم. به عنوان مثال من میخوام یه پروژه برای انگولار ایجاد بکنم. انگولار من از قبل نصب کردم، یعنی این دستور از قبل نوشتم نصب شده. حالا میخوام پروژه‌ام رو ایجاد بکنم. خب من برای اینکه پروژه رو ایجاد بکنم، اول باید یک پوشه برای سمت فرانت ایجاد کنم. برای منظور من وارد قسمت دسکتاپ میشم و توی دسکتاپ یک پوشه میخوام بسازم. از mkdir رو وارد میکنم، مثلا از اون پوشه رو میذارم angular login و اینجا ساخته میشه. من وارد پوشه angular login میشم و در این قسمت من باید ویژوال استودیو کد رو فراخونی میکنم. برای اینکه ویژوال استودیو کد رو فراخونی کنیم، عبارت کد رو مینویسم، فاصله دات رو میذارم تا ویژوال استودیو کد توی همین آدرس برام باز بشه. همونطوری که مشاهده میکنید توی همین آدرس برام ایجاد شد. حالا کار بعدی که باید انجام بدم اینه که باید پروژه انگولاریم رو ایجاد بکنم. در نتیجه کنترل بک تیک یا ترمینال نیو ترمینال رو میزنم تا اینجا ترمینال برام باز بشه. همونطوری که مشاهده میکنید توی آدرس فعلی قرار دارم و اینجا میتونم عبارت ng-new رو وارد بکنم تا اسم پروژم ایجاد بشه. مثلا اسم پروژم میذارم لاگین فور و اینجا برام پروژه رو ایجاد میکنه. میگه که میخوای روتینگ رو ایجاد کنی؟ میگم نه. و ازم میپرسه که از چه CSS میخوای استفاده بکنی؟ من از SCSS استفاده میکنم و شروع میکنه برای نصب کردن پکیج ها. خب این نصب کردن پکیج ها مدتی طول میکشه و بعد از اینکه نصب کردن پکیج ها ایجاد شد، ما میتونیم برنامه نویسی سمت انگولار رو انجام بدیم. همونطوری که مشاهده میکنید اینجا گفته که اطلاعات نصب شدن و اگر من اینو باز بکنم مشاهده میکنید که درون پوشه لاگین فرم ما میتونیم اطلاعات مربوط به انگولار رو ببینیم. یه سری فایل هایی هست و پوشه هست به نام SRC که اطلاعات مربوط به پروژمون توش قرار میگیره. ما اگه بخوایم برنامه رو بنویسیم، وارد SRC باید بشیم و وارد پوشه اپ میشیم. توی پوشه اپ کدهایی هستش که مربوط به سایتمون هست که باید اون رو ایجاد بکنیم و اون فایل اصلی که اجرا میشه، یا بهتر بگم کامپوننت اصلی که اجرا میشه، اپ کامپوننت هست که خودشون به دو بخش تقسیم میشن، حالا حداقل به دو بخش تقسیم میشن. نامی داره به نام TS که کدهای جاوا اسکریپت توش نوشته میشه و پسوندی داره به نام HTML که کدهای HTML توش قرار میگیره. و اگه بخوایم از CSS ها یا شیوه نامه ها استفاده بکنیم، فایلی هم داره پسوند SCSS که ما مشخص کردیم که CSS باید باشه و شیوه نامه ها داخل اون قرار میگیرن. و یکی هست به نام پسوند spec.ts داره که این spec.ts بیشتر برای تست کردن استفاده میشه که ما تو این دوره ازش استفاده نمی کنیم. علاوه بر این سری پوشای دیگه هم وجود داره، مثلا assets, environment که اینها رو هم جلوتر در موردشون صحبت میکنیم. همینطور یک فایل جداگونه ای داریم به نام styles.scss که این هم به عنوان شیوه نامه کلی برای تمام کامپوننت ها استفاده میشه. اگر من میخوام برنامه که تا اینجا نوشتیم رو، یعنی پروژه که تا الان ایجاد کردیم رو اجرا بگیریم، میتونیم دستور npm
استارت رو وارد بکنم. زمانی که من وارد بکنم، همونطوری که میبینید زمانی که ما اینجا خطا داشته باشیم، خب یعنی یه جای کار ایراد داره و اون ایراد کار از این هستش که من باید وارد پوشه لاگین فرم هم بشم. در نتیجه وارد پوشه لاگین فرم هم میشم و بعد برنامه رو اجرا میکنم. حالا اینجا می‌نویسم npm start. خب برنامه شروع میکنه به اجرا شده. ما همینطور میتونیم به جای npm start بنویسیم ng-serve. اگر این دستور هم بنویسیم فرق نداره، برنامه رو اجرا میگیره، انگولار اجرا میشه و زمانی که خطا نداشته باشه ما میتونیم خروجی رو توی پورتی که خودش مشخص میکنه و برامون آزاد نگه داره برای انگولار، خروجی رو ببینیم. خب همونطوری که میبینید الان در حال کامپایل کردن برنامه ما هست. البته برنامه ما مطالب پیش فرض رو نشون میده. اگر ما به عبارت کامپایل سکسسفولی برسیم، یعنی اینکه برنامه‌مون خطایی نداشته و میتونیم از برنامه‌مون استفاده بکنیم. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که میگه که شما اگه بخواید برنامه رو ببینید خروجیش رو، برنامه‌تون لوکال هاست هست و با پورت 4200 میتونید برنامه رو ببینید. پس اگر من بخوام خروجی این برنامه رو ببینم، از این دستور باید استفاده بکنم، به این آدرس باید برم که میتونیم حالا واردش بشیم و خروجی رو ببینیم. همونطوری که مشاهده میکنیم در پورت 4200 از لوکال هاست ما تونستیم انگولار رو روی بروزر خودمون اجرا بگیریم و خروجی رو به این صورت ببینیم. همونطوری که مشاهده میکنید ما بعد از اینکه تونستیم اجرا بگیریم و خروجی رو به این صورت ببینیم، مرحله بعد میتونیم از یک سری پکیج های آماده استفاده بکنیم و یا یه سری پکیج ها رو به پروژمون اضافه بکنیم تا راحت تر بتونیم برنامه نویسی رو انجام بدیم. یکی از پکیج هایی که حتما باید ازش استفاده بکنیم موقع طراحی پکیج بوتستراپ هست. پکیج بوتستراپ به انگولار اضافه شده و خیلی راحت ما میتونیم کار انجام بدیم، مخصوصا از نسخه 5 به بعد بوتراپ ما دیگه خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. به عنوان مثال من اینجا سایت getbootstrap.com رو آماده کردم. همونطوری که مشاهده میکنید گفته که برای اینکه بتونید اینو نصبش بکنید و از اون استفاده بکنید توی فایل های جاوا اسکریپتتون که حالا انگولار جزء اونها هست، میتونید از این دستورات استفاده کنید. همونطوری که قبلا عرض کردم npm وقتی که داریم، یعنی اینکه داریم از یک پکیج منیجر خیلی بزرگی استفاده میکنیم که به ما کتابخونه های جاوا اسکریپتی رو میده و میتونیم اونها رو روی پروژه‌مون نصبش بکنیم. من این دستور رو باید توی ترمینال برنامه بنویسم و بعدش برام خود به خود نصبش بکنم. پس من اینو کپی میکنم. همونطوری که میبینید اینجا الان برای نسخه‌ای که من دارم استفاده میکنم 5.1.1 هست و خوشبختانه از نسخه 5 به بعد دیگه با بوتستراپ انگولار مشکلی نداره، چون نسخه قبل‌تر چون که یک سری دستورات اضافی وجود داشت و مخصوصا برای jQuery به خاطر همین خورده ایراد داشتیم و کار کردن باهاش مشکل بود، ولی الان دیگه اون مشکلات حل شده چون jQuery رو دیگه از بوتستراپ خارج کرده و دیگه ما اصلا با انگولار وقتی داریم کار میکنیم دیگه اصلا به jQuery کاری نداریم و jQuery با انگولار سنخیتی نداره، هماهنگی نداره. خب من اگه بخوام اون رو استفاده بکنم اینجا یک کامند پرامپت جدید میسازم و اون دستور رو اینجا کنترل وی رو میزنم پیست بشه و اینستالش میکنم. باید اینترنت داشته باشیم، ساب میکنم که اینستال بشه. زمانی که اینستال میشه من اینجا توی پروژم اگر دقت بفرمایید یک پوشه ایجاد میشه به نام نود ماژولز، یک پوشه ایجاد میشه به نام نود ماژولز. من از این پوشه نود ماژولز میتونم توی پروژم استفاده بکنم و توی این پوشه نود ماژولز فایل های مربوط به بوتستراپ وجود داره که اگه بخوایم از اونها استفاده بکنیم باید یک کاری رو انجام بدیم. اون کار چیه؟ باید بریم توی قسمت SRC و اینجا یه دونه فایل styles.scss داریم که من اینجا باید آدرس رو بدم. آدرس فایل رو که میخوام بهش بدم به این صورت مشخص میکنم، یه @ import میدم و اینجا آدرس رو مشخص میکنم.
آدرس دادن رو ما به این صورت کار میکنیم که میگم که میخوام از این پوشه خارج بشن. خب خود ویژوال استودیو کد به ما کمک میکنه و میگه که چه پوشه و فایل های وجود داره. من میگم که نه، از این باز میخوام، از این پوشه هم میخوام آب بزنم، یعنی خارج بشم و برم سطح بالاتر. باز میبینم که اون پوشه که مد نظرم بود وجود نداره ولی اینجا هستش. نود ماژولز اینجا وجود داره. من این رو انتخابش میکنم. پوشه بوتستراپ وجود داره، انتخابش میکنم. وارد پوشه دیست میشم. CSS رو میزنم. لیست فایل های مربوط به بوتستراپ رو به من نشون میده که من دنبال بوتستراپ مین میگردم. بوتستراپ مین، حالا می نویسمش تا بیاد. بوتستراپ دات میذارم، شاید با دات بیاد. بله، بوتستراپ مین CSS. من این رو اینجا اضافه میکنم. خب از اینجا به بعد دیگه ما میتونیم از کلاس های مربوط به بوتستراپ استفاده بکنیم. خب برای اینکه من به عنوان مثال بتونم تست بکنم که آیا کلاس های بوتستراپ اعمال میشن به پروژم یا نه، من میتونم وارد قسمت index.html بشم. همونطوری که مشاهده میکنه توی index.html ما خب یه سری کودهای لینک و متا در قسمت head داریم و تو body فقط یک تگ uproot داریم. تگ uproot در app component وجود داره. یعنی من اگه بخوام ببینم که این uproot چی هست، باید وارد قسمت appcomponent.ts بشم و توی appcomponent.ts یه قسمتی به نام selector داریم که اینجا نوشته uproot و از همین اومده استفاده کرده به عنوان یه تگ توی index.html و ازش استفاده کرده و تونسته فراخونی بکنه. موقع فراخونی یک سری اطلاعات HTMLی و CSSی هم داریم دیگه. خب این اطلاعات HTMLی توی فایل appcomponent.html قرار داره که حالا مشاهده میکنید که این کدهای CSS و حالا ادامهش کدهای HTMLی که وجود داره باعث شده که در نهایت ما این خروجی رو ببینیم. اما خب کل این خروجی به درد ما نمیخوره. ما اگر بخوایم استفاده بکنیم، ما این قسمت رو نیاز داریم، میتونیم ازش استفاده بکنیم و اینجا هم تا یه جاهایی رو مد نظرمون هست که ازش استفاده بکنیم و بقیهش به دردمون نمیخوره و میتونیم حذفشون بکنیم. برای اینکه من این کار رو انجام بدم، این تنظیمات رو میتونیم اینجا انجام بدم. مثلا من توی این قسمت Learn Angular یا CLI Documentation این ستا رو نیاز ندارم و میخوام به جای این ستا دو تا دکمه قرار بدم. به عنوان مثال، مثلا توی تولبار این عبارت ویلکام مربوط به تولبار هست و این قسمت کانتنت، کلاس کانتنت هست که وارد یک هایلایت کارت شده و این کلاس رو ازشون داره استفاده میکنه که این تایتل رو داره نشون میده. این تایتل هم حالا بهتون میگم که چی هست. و پایین تر اومده یک آیدی راکت اسموک رو در نظر گرفته. من اینو غیر فعال میکنم. ببین، من کنترل و اسلش رو بزنم و اون قسمت رو اول باید انتخاب کنم، کنترل اسلش رو بزنم، برام غیر فعال میشه. و این قسمت ریسورسز هست و here are some links، یعنی اینجا هست. من این قسمت ها رو حالا میذارم باشن، اما اینجا هم ما این قسمت learn angular و این قسمت مربوط به این رو تا آخر من ببینم، این قسمت رو هم من غیر فعال میکنم تا ببینیم که به چه شکلی در میاد. و اینجا میخوام به جای این یک دکمه قرار بدم. حالا من تا اینجا سیوش بکنم، مشاهده میکنید که ما یکی از این دکمه ها رو غیر فعالش کردیم. حالا میخوام اینجا یه دونه دکمه قرار بدم به صورت بوتستراپی. خب من میگم که اینپوت تایپش رو میذارم مثلا باتن و کلاسش رو میخوام تنظیم کنم که از کلاس های بوتستراپ استفاده کنه. مثلا میگم btn باشه و btn danger بمونه مثلا، که حالا دخورده ساختارش متفاوت بشه. خب من اینو سیوش میکنم و اینجا باید حالا یه نوشته هم بهش بدیم، اما مشاهده میکنید که داره از بوتستراپ استفاده میکنه. من اینجا یه value هم براش قرار میدم، مثلا میذارم ورود به سیستم یا ثبت نام در سیستم. حالا اینا رو باید قرار بدیم.
ما اینو سیوش میکنم و خروجی رو اگه بخوایم ببینیم مشاهده میکنید که به این شکل برام به صورت بوتسترپی قرار داده و میتونم حالا دیگه از کلاس بوتسترپ استفاده بکنم. حالا من ساختار این رو در ادامه تکمیل میکنم، قسمت های اضافه رو حذف میکنم چون میخوام فارسی بنویسم، راست به چپ رو اعمال میکنم و در نهایت پیاده سازی رو ادامه میدم. خب اون قسمت هایی که بهشون احتیاج نداریم رو میخوایم حذف کنیم، دکمه جدید اضافه بکنیم برای اینکه این کارها رو انجام بدیم. من برمیگردم به کد. به عنوان مثال این دکمه‌ای که اضافه کردیم، من یه دکمه هم مشابهش رو کپی میکنم و اینجا قرار میدم. مثلا فقط ورود به سیستم دیگه نباشه، باشه ثبت نام کاربر جدید. و قسمت زیری رو حذف میکنم و این قسمت رو هم حذف میکنم. به این صورت کد رو خورده خلوت‌تر میکنیم. برای قسمت next step هم ما حالا این دیویژنی که داریم تا اینجا هست، این رو حذفش میکنم، اجرا میکنم ببینیم تا اینجا به چه شکل شده. خب میبینید که مطالب زیر next step هم حذف شدن و دکمه ها هم فقط دوتا هستن. پایین تر هم تو قسمت ترمینال هستیم که نوشته ng-generate-component و قسمت ترمینال رو هم به این صورت حذفش میکنیم. قسمت لینک ها هست، این هم دیویژنش اینجا هست که حذفش میکنه تا اینجا ببینیم به چه شکل میشه. خب مشاهده میکنیم که به این صورت شده و یه سری فقط نوشته مونده که مربوط به فوتر هست. مثلا استار جزء نوشته هاش هست. بله این دکمه استار اینجا هست که لاونگلار هم وجود داره. من این فوتر رو میذارم باشه، حالا بقیه رو دیگه نیازی بهشون نداریم. این دیویژن هم ظاهرا برای کلاس کانتنتمون هست، پس این اسویجر رو همان حذف میکنم، اجرا میکنم، ببینیم به این شکل شد. حالا میتونیم یه فاصله بینشون قرار بدیم و نوشته رو تغییر بدیم. یه نکته ای که وجود داره اینه که مثلا اینجا نوشته لاگین فرم اپ ایز رانینگ. اگر دقت بکنید لاگین فرم ببینیم چی هست، از کجا اومده. ما تو قسمت تایتل ببینید اینجا نوشته اپ ایز رانینگ. اگر دقت بکنید اینجا نوشته دیگه اپ ایز رانینگ و اینجا نوشته لاگین فرم. اینجا وقتی تایتل آورده یعنی بایند شده. از کجا بایند شده؟ از فایل TS بایند شده. ببینید این یه متغیری داشتیم اینجا به نام تایتل و برای اینکه به محتویاتش توی کد HTML دسترسی داشته باشه، اینجا اومده گفته که تایتل رو توی دوتا علامت مجموعه قرار داده و به این صورت نوشته. مثلا من اگه محتوای تایتل رو تغییر بدم، مثلا اینجا بذارم فرادرس، و اینو سیوش بکنم، خب خروجی مسلما میبینید که شده فرادرس. و به این صورت هستش که ما میتونیم اطلاعات مربوط به فایل TS رو توی فایل HTML نمایش بدیم. حالا این رو ما جلوتر باهاش کار میکنیم، توی پروژه‌مون بسیار ازش استفاده میکنیم. ما قصد داریم که در مورد Node.js صحبت بکنیم. ابتدا Node.js نصب میشه و بعد از اینکه پروژهش رو ما آماده کردیم، کد نویسی رو توی Node.js انجام میدیم. اما قبل از این، همونطوری که من تو فصل قبل گفتم، ما باید Node.js رو رو سیستممون نصب داشته باشیم. باید به سایت Node.js.org بریم و نسخه recommendedش رو دانلود بکنیم، نصبش بکنیم و به ما نشون میده که به چه صورتی هست. و وقتی که نصب کردیم، زمانی که من می‌نویسم node-v برای من نسخه node.js رو نشون میده و من از این روش مطمئن میشم که node.js در سیستم من نصب است. در مرحله بعدی ما باید اعلام بکنیم که میخوام یک پروژه جدید رو در node.js ایجاد کنم. اما قبل از اینکه من میخوام این رو ایجاد بکنم، میخوام یک توضیح در مورد node.js بدم که node.js چیست و برای چی از اون استفاده میشه. همونطوری که عرض کردم، Node.js یک زبان برنامه‌نویسی تحت بک هست، یعنی بکند هست و به عنوان بکند استفاده میشه و به طور کلی یک وب سرور هست. وب سرور یعنی اینکه میتونه به
درخواست ها پاسخ بده. یعنی کارش این هستش که منتظر میمونه، یک سری درخواست های وارد میشن و به این درخواست ها پاسخ میده و همین روال طی میشه. حالا این درخواست ها بسته به این هستش که به کدوم روت یا به کدوم مسیر درخواست داده شده و پاسخ مناسب با اون درخواست رو ارائه میده. اگر تو این شکل دقت بفرمایید میبینید که یه HTTP request هست که ما باید یک سرور HTTP رو داشته باشیم. خب اینجا بین یک request و یک response، یعنی یک درخواست و یک پاسخ، یک سری مواردی وجود داره که اینجا مشاهده میکنید و یک زمانی طی میشه تا این request و response بین backend و frontend انتقال پیدا بکنه. request از سمت frontend ارسال میشه برای backend، backend پاسخ رو ارسال میکنه و برمیگردونه به frontend. نکته بعدی که وجود داره اینجا مشاهده میکنید که ما یه رک داریم و یک رس که همون ریسپانس و ریکوست هست که ما برای پیاده سازی با HTTP و سرور HTTP رو که وقتی پیاده سازی کردیم با اینها کار داریم. یه نکست هم اینجا داریم، مشاهده میکنید یک سری موارد این وسط هستن که دارن انجام میشن و به این قسمت میان ریسپانس و ریکوست، یعنی کارهایی که وسط انجام ریسپانس و ریکوست انجام میشن و بهشون میگیم میدلویر. پس میدلویر یا واسط کارش این هستش که زمانی که یک درخواست ارائه میشه یا یک پاسخی داده میشه این وسط یک سری کارهای هم میشه انجام بشه و به اون میگیم میدلویر. من برای اینکه بتونم برنامه‌ام رو بنویسم وارد قصد دارم که توی این پوشه این کار رو انجام بدم، تو پوشه انگولار نود جی ایس میخوام وارد بشم که توی دسکتاپ هست. پس من وارد دسکتاپ میشم و توی دسکتاپ وارد انگولار نود جی ایس میشم. توی انگولار نود جی ایس من قصد دارم که یه پوشه درست بکنم. امکادی آی آر رو می نویسم برای درست کردن پوشه، مثلا به نام نوجیس به این صورت. حالا یه اسم دیگه برش می ذاریم، نوجیس فور لاگین. من حالا وارد این نوجیس می شم، پس cd فاصله نوجیس فور لاگین و اینجا قصد دارم که پروژه‌ام رو ایجاد کنم. برای اینکه پروژه رو ایجاد کنیم دستور npm init رو وارد میکنم. میتونم یه دست y هم بهش بدم و کارش رو انجام میده. خب زمانی که این کارش رو انجام داد من میتونم حالا الان ویژوال استودیو کد رو اجرا کنم که کد دات رو مینویسم و ویژوال استودیو کد رو برام اجرا میکنم. همونطوری که مشاهده میکنید ما اینجا توی پروژه‌مون یه دونه فایل داریم به نام package.json. در package.json ما یه سری اطلاعات رو داریم و مشاهده میکنید که حالا نام پروژه‌مون، ورژن پروژه‌مون و فایل مین پروژه‌مون رو اینجا مشاهده میکنید و علاوه بر اون اسکریپت رو هم مشاهده میکنید. ما با مین و اسکریپت همینجا کار داریم، یعنی جلوتر که پکیج اکسپرس رو نوشتیم و نوتبون رو هم نصب کردیم توی پروژه‌مون نیاز داریم که یه سری تغییرات رو اینجا اعمال بکنیم. ولی خب همونطوری که می‌بینید package.json اطلاعاتی در مورد پروژه ما داره نشون میده. نام پروژه رو مشخص می‌کنه، مثلا node.js for login هست. ورژن پروژه رو مشخص می‌کنه. همینطور توضیحاتی در مورد پروژه رو توی دیسکریپشن میتونیم وارد بکنیم. مین فایل اصلیمون هست و اسکریپت هم نحوه اجرا شدن برنامه‌مون هست که به چه صورتی هست. همونطوری که خدمتون عرض کردم بعد از این که ما تونستیم node.js رو رو سیستممون نصب بکنیم و فایل package.json رو ایجاد بکنیم، کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که این سرور رو راه اندازی کنیم. اما این سرور برای اینکه راه اندازی بشه نیاز داره که برای پاسخ دادن به ریکوست ها یا درخواست های سمت فرانت نیاز داره که یک سری تنظیماتی رو برای هر پاسخ ایجاد کنه. مثلا این پاسخ‌ها باید شامل تنظیمات مربوط به هدر باشه، تنظیمات مربوط به بدنه اصلی پاسخ باشه و یک سری تنظیمات مربوط به فوترها باشه و این تنظیمات به طور کلی بسیار زمانبر و پیچیده هست و اگر بخواد طولانی بشه و تکراری بشه برنامه‌نویس رو اذیت می‌کنه. برای اینکه این مشکل حل بشه برنامه‌نویسان نوجی اس
برای رفع این مشکل از پکیج اکسپرس استفاده میکنه. بنابراین ما وقتی که Node.js رو داریم باش کار میکنیم، بعد از نصب و ایجاد فایل package.json اولین کاری که میکنیم ایجاد و نصب پکیج اکسپرس هست. برای اینکه من پکیج اکسپرس رو نصب کنم نیاز هستش که از دستور npm استفاده کنم، یا میتونیم این کار انجام بدیم، یا اینکه میتونیم وارد سایت npm.js بشیم. در سایت npm.js من اگر اینجا اکسپرس رو تایپ بکنم و سرچ کنم، خب اون قسمتی که exact match هست برام میاد که مشاهده میکنید که محبوبیت خیلی بالایی داره. این پی که اینجا هست پاپیولاریتی یا محبوبیت پکیج هست، که یعنی بین برنامه‌نویسا خیلی پرطرفدار هست. اگر من وارد اکسپرس بشم، شما میتونید با نحوه نصبش، اینجا اینستال نمیشه، نحوه نصبش رو کپی بکنید و مشاهده میکنید که توی این هفته 17 میلیون بار دانلود شده. یعنی بسیار پکیج پرطرفداری هست برای برنامه‌نویسای Node.js. من اینو کپی کردم npm i express، که حالا حفظ کردنش هم کاری نداره، ما می‌نویسیم npi express. بعد از اینکه این پکیج رو نصب کردیم باید سرور رو ایجاد بکنیم و بعد از اون هم کار رو ادامه بدیم. اما این اکسپرس که ایجاد کردیم کجا استفاده میشه؟ این اکسپرس باید موقع برنامه نویسی استفاده بشه. ما برنامه ای که میخواییم بنویسیم توی فایل، اینجا نمیشه، فایل اصلیمون index.js هست، که اصلا میتونیم تغییرش هم بدیم. مثلا من میخوام به جای index.js بنویسم server.js، فرق نداره. ولی وقتی که اینو نوشتم و این فایل سیو شد، باید فایل server.js رو ایجاد کنیم. پس من اینجا نیو فایل رو میزنم و server.js رو اینجا وارد کنم. فایل server.js ما یک فایل خالی هست که باید حالا پر بشه و ما باید سرور رو اینجا پیاده سازی بکنیم. معمولا برای اینکه برنامه های Node.js رو اجرا کنن به صورت لوکال، یه پکیج دیگه ای رو هم دانلود میکنن به نام Node.moon. پکیج Node.moon برای این هستش که ما برنامه که نوشتیم رو زمانی که سیوش کردیم به راحتی برامون اجرا بشه توی مرورگر و کار اجرا گرفتن ما رو راحت تر میکنه. پس ما بعد از اینکه اکسپرس رو نصب کردیم، پکیج دیگه ای رو هم که باید نصب کنیم پکیج Node.moon هست. اما برای نصب پکیج Node.moon من همون دستور npm رو وارد میکنم، i برای اینستال، و وارد میکنم Node.moon. اما برای اینکه راحت تر باشیم مقدار دشتی رو هم اضافه میکنم که برای dev dependency هست. من این رو به این صورت، پس Node.moon رو به این صورت وارد میکنم و انتر رو میزنم که برام Node.moon رو هم نصب. خب خطایی که داده برای اینه که ما بد نوشتیم npm i دشتی Node.moon به هم چسبیده است و این به این شکله. گرفته میتونید این رو از خود سایت npm.js بررسیش بکنید. من بررسی کردم و دیدم که Node.moon به این شکل نوشته میشه و حالا داره برام پکیج Node.moon رو نصب میکنه. بعد از اینکه ما تونستیم پکیج Node.moon رو نصب بکنیم، تنظیمات ایجاد سرور رو اعمال میکنیم. پکیج Node.moon هم برای ما نصب شده و ما میتونیم پکیج Node.moon رو اینجا مشاهده بکنیم که کدوم ورژنش نصب شده، و همطور که میبینید به صورت dev dependencies نصب شده و dependency هایی هم که داریم فعلا اکسپرس هستش که برامون نصب شده. پس ما توی پکیج JSON لیست اون پکیج هایی رو که نصب میکنیم رو هم حتی میتونیم ببینیم. اما برای اینکه من مشخص بکنم که به چه صورتی قراره که برنامه اجرا بشه، ما باید توی قسمت تست مشخص بکنیم که چی بنویسیم که برنامه هم راحت تر اجرا بشه. من میخوام وقتی که استارت نوشتم برنامه هم اجرا بشه. پس من اینجا تو قسمت اسکریپت مینویسم استارت و میگم که زمانی که استارت رو نوشتیم میخوایم پکیج Node.moon اجرا بشه و فایل server.js اون برامون کامپایل بشه، اجرا بشه و بتونیم خروجی رو ببینیم. برای منظور من می‌نویسم Node.moon، دقیقا مثل همین پکیجی که اینجا نوشته بودیم Node.moon، و اینجا هم در ادامه میگیم که فایلمون هم server.js هست که این بالا داریم، و به این صورت ما می‌تونیم برنامه‌مون رو اجرا کنیم.
و در ادامه مثلا من اگه بخوام اجرا کنم، ببینید مثلا اینجا می‌نویسم console.log، برام میخوام این چیزی متنی رو نمایش بده و اینجا گفته که مسیجی که میخوای بنویسی چی هست، میگم که سرور و اینجا به این صورت اینو سیوش میکنم. حالا میخوام اجرا کنم، اینجا بنویسم npm فاصله، توی package.json نوشته بودم start، تو قسمت اسکریپت نوشته بودم start، نوشته اینجا برای دیباگ هست و اینجا بنویسم start و برنامه رو برامون اجرا میکنه و مشاهده میکنه که عبارت سرور رو که اینجا نوشته بودیم رو برامون نشون میده و در ادامه هم نوشته که نودمون در حالت اجرا هست و حالا چون که خطایی نداشتیم برای ما این متن رو آورده و حالا میتونیم خروجی رو توی مرورگرمون بررسی بکنیم که فعلا ما کار خاصی انجام ندادیم، فقط خواستیم به صورت console.log تو کنسول خروجی رو مشاهده بکنیم. در مرحله بعدی برای اینکه ما بتونیم سرور رو فعالش بکنیم توی نود جی اس، باید کد مربوط به سرور رو بنویسیم. برای منظور اول از اکسپرس استفاده میکنم. برای اینکه توی نود جی اس بخوایم از اکسپرس استفاده کنیم، اول مثلا یه متغیر تعریف میکنم به نام اکسپرس و اینو ریکوایرش میکنم. از کتابخونه Express. بعد از اینکه این require شد، حالا باید ازش استفاده بشه. برای استفادهش مثلا یه دونه اپ میسازم و میگم که توی این اپ میخوام از این Express استفاده کنم به این صورت. تا اینجا پس تونستم از Express رو تعریف بکنیم. مرحله بعدی ما باید بگیم که این Node.js و این سرور ما توانایی رو داره که به درخواست ها پاسخ بده و برای منظور از HTTP استفاده میکنیم، از کتابخانه HTTP استفاده میکنیم. پس من یک HTTP تعریف میکنم که require میشه از HTTP به این صورت و در ادامش من باید بگم که این اپی که میخوام ازش استفاده بکنیم از این HTTP باید استفاده بکنم و سرور رو باید اینجا بسازیم. برای منظور مثلا من میگم که کانست سرور رو میسازم و میگم که میخوام حالا این HTTP که دارم تو این سرور و برای این اپی که به عنوان یک فریمورک اکسپرس تعریف کردیم میخوام استفادهش بکنیم. پس میگم که HTTP که تعریف کردیم دات سرور، البته بذاریم create server، create server و اینجا حالا از ما میخواد که اپو بهش بگیم به این صورت. پس ما تا اینجا تونستیم سرور رو هم ایجاد بکنیم. حالا تو مرحله بعدی ما باید بگیم که این اپی که داریم و سرور ما در حال انتظار برای درخواسته. وقتی بگیم در حال انتظار برای درخواسته یعنی در حال گوش دادن دیگه، listen. از چه پورتی داره گوش میده؟ پورت مثلا 3000 معمولا برای نوجیس در نظر میگیریم و میگیم که یک کالبک فانکشن در نظر میگیرم به این صورت. خب مثلا اینجا میتونم یه عبارتی رو مثلا به اسم کنسول، مثلا عبارتی رو من تایپ میکنم که موقعی که داریم خروجی میگیریم، برنامه رو داریم اجرا میکنیم، خروجی رو ببینیم. مثلا اینجا میگیم که سرور is running به این صورت. خب من اینو سیوش میکنم. اینجا یک بار اجرا میکنیم npm start. خب سرور is running رو داره من نشون میده. حالا مثلا اینجا سه نقطه هم بذاریم که مثلا در حال اجرا هست و همونطوری که میبینید داره تا اینجا کار میکنه، مشاهده میکنید. پس داره از پورت 3000 گوش میده که آیا درخواستی اومده یا نیومده. اگه من کروم رو اجرا بگیرم و برنامه رو تو بروزر بخوام اجرا کنم به این صورت عمل میکنه. خب اگه برنامه رو اجرا کنیم، من 127.001.3000 رو زدم، همونطوری که میبینید عبارت cannot get رو داره به من نشون میده و اگر inspect هم بگیرم توی کنسول به من میگه که unknown هست و خطای unknown URL به من داره نشون میده. خب برای اینکه این مسئله حل بشه ما نیاز داریم که از یک میدلویر استفاده بکنیم، بگیم که فعلا
این مقدار رو در اختیار داشته باش تا زمانی که یه درخواستی برات بیاد، چون الان میگه که سرور منتظره ولی خب نه درخواستی اومده نه پاسخی رو میتونه بده. رو همین حساب میگیم که فعلا مشغول باش، یک پیامی رو ارسال کن، ما یه خروجی رو ببینیم، حالا بعدا جلوتر تنظیمات رو ارائه میکنیم که با روت‌ها بتونیم این کار رو انجام بدیم. اما برای اینکه ما یه خروجی بگیریم و داشته باشیم نیاز داریم که الان از این میدلور استفاده بکنیم و بگیم که فعلا در میانه راه یک چیز رو در اختیار داشته باش و نمایش بده. مثلا برای این کار من با اپ باید کار بکنم، ولی این بار دستور یوز رو وارد میکنم.